آقای مهدی جلالی، بسیار خوشحالم که به طور مجازی در حضور شما هستم. با هم گفتگو میکنیم و خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت منو پذیرفتید برای این گفتگو. من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و سپاسگزار هستم که من رو دعوت کردید به برنامه. در خدمتتون هستم. آقای جلالی، بهانه صحبت امروز ما مطلب کوتاه یا یادداشتی است که شما در فیسبوک گذاشته بودید در مورد اختلاف بزرگی که اخیراً بین محمود احمدی نژاد و جبهه طرفداران آقای خامنه‌ای به وجود آمده، و این اختلاف از اونجا دوباره، البته اختلاف وجود داشت ولی دامنه وسیع‌تری پیدا کرد، که آقای احمدی نژاد تقاضا کرد که از زندان اوین بازرسی کنه و قوه قضاییه این تقاضا به طور در واقع غیر علنی بود و قوه قضاییه اون رو رد کرد، و بعد آقای احمدی نژاد این رو به صورت علنی دوباره این تقاضا رو نوشت با صحبت‌های اضافه دیگری. کلن محمود احمدی نژاد این روزها کارهای عجیب غریبی داره انجام میده و سعی داره که چهره مردمی از خودش نشان بده و اون خلایی که از غیر مردمی بودن رهبر جمهوری اسلامی وجود داره، اون خلأ رو سعی میکنه که پر کنه. اینجور به نظر میاد مطلبی که شما نوشته بودید بسیاری از این مسائل رو روشن میکرد، یعنی بسیاری از این مسائل رو مطرح میکرد. اگر ممکنه اشارهی به اون بکنید و نظر خودتون در این مورد بفرمایید. حتما. من قبل از اینکه در واقع در این مورد اظهار نظر بکنم، لازم هستش به قول آمریکایی ها یک دیسکلیمر داشته باشم، یعنی توضیح بدم که ما در چه موردی صحبت میکنیم در بعد در چه موردی صحبت نمیکنیم. من نوعی که این داستان رو میبینم شبیه یک بازی میبینم، اون چیزی که به هر حال ما در علوم سیاسی به نام گیم تیوری میشناسیم در علوم اجتماعی. بنابراین قضاوتی در مورد عملکرد بازیگران این بازی ندارم، یعنی اینکه قضاوت رو کنار میگذاریم. طبعا ما قضاوت روشنی به عنوان شهروندان ایرانی داریم و این حکومت رو از صدر تا به ذیل استبدادی میدونیم و کارهایی است که به هر حال خیلی واضح هستش. اما وقتی که میخوایم شناختی داشته باشیم در مورد بازی درونی حاکمان و بازی قدرتی که وجود داره، باید از این قضاوت صرف نظر بکنیم. به همین جهت به انگیزه آقای احمدی نژاد در ورود به این بازی کاری نداریم، چون یکی از سوالاتی که خب مطرح میشه این هستش که چرا ایشون در این 7 ساله این کارو نکرده. اون مربوط به انگیزه های ایشون میشه، اما به اینکه چه نتیجه‌ای این بازی داره فکر میکنیم، یعنی وقتی ما بازی رو میخوایم بشناسیم باید به عملکرد بازیگران در زمین بازی نگاه بکنیم. نتیجه عملکرد بازی آقای احمدی نژاد، همانطور که اتفاقا به درستی در شما در سوالتون در همون جملات اولیه پرسیدید، رویارویی با رهبر جمهوری اسلامی است، یعنی رویارویی با قوه قضاییه و قوه مقننه است که حداقل نزدیکی و نسبت بیشتری رو با رهبر برقرار کردند. و مسئله مهم در مورد آقای احمدی نژاد این هستش که این نامه‌نگاری رو به صورت عمومی منتشر کرده. ما در مورد رئیس جمهورهای پیشین از جمله آقای خاتمی، در مورد قتل‌های زنجیره‌ای و حتی در مورد آقای بنی صدر، در مورد شکنجه هایی که صورت می گرفت، مواردی رو داشتیم که رئیس جمهورها به قوه قضاییه شکایت هایی داشته باشند و مطرح بکنن. اما در این سطحی که به صورت عمومی مطرح بشه و این بازی در حقیقت به درون جامعه رسوخ پیدا بکنه، میشه گفتش که ابعاد این بازی بسیار متفاوت از گذشته است. و وقتی که پیش رو میبینیم که 9 ماه مونده تا انتخابات ریاست جمهوری آینده، میتونیم حدس بزنیم که آقای احمدی نژاد این هدف رو داره که نقش خیلی جدی رو در این 9 ماهه داشته باشه و احتمالاً کاندیدای جناح خودش رو بتونه به وارد بازی بکنه و در واقع یک رأی‌گیری برای او داشته باشه.
اما خانش این بازی یه مقداری حداقل از دید من، با اینکه همانطور که شما مطرح کردید از پیشتر شکل گرفته بود، ولی از دید من شاید بشه گفتش که کمی پیش از آمدن ایشون و همراهانشون به نیویورک شکل میگیره. یعنی زمانی که آقای خامنه ای به صورت سنواتی هم قبل از چنین مسافرتی هر ساله رهبران نظام جمهوری اسلامی کارگزاران رو فرا میخوند و بهشون دستور عملهای لازم رو میداد و همیشه هم ابراز میکردش که ما مذاکره با آمریکا نخواهیم داشت. اما این سال چنین کاری رو نکردن. یعنی در باغ پاستور، من میتونم بگم خیابان پاستور که یک گوشه اون نهاد ریاست جمهوری است و در گوشه دیگری نهاد رهبری و همچنین قوه قضایی هم البته در اونجا هستش، خبری به نهاد ریاست جمهوری نیامد که رهبر فرا بخونه این افراد رو و ازشون بخواد که با چه دستورالعملی به نیویورک بیان. بنابراین آقای مشائی، آقای احمدی نژاد و گروهشون زمین بازی رو در اختیار خودشون دیدن که بتونن مانورهایی رو توش انجام بدن و ریسکش رو بپذیرن. به همین جهت هستش که آقای احمدی نژاد هرچند که اواخر ریاست جمهوری خودش رو میگذرونه، اما 5 بار در رسانه‌های عمومی و جمعی آمریکا ابراز کردش که آماده مذاکره با آمریکاست. طبیعتاً ضرری که میتونست متوجه آقای احمدی نژاد باشه این بود که وقتی برمیگرده به ایران با هیئت همراه خودش مورد عتاب و بازخواست رهبری قرار بگیره. اما این اتفاق هم نیفتاد. یعنی رهبری وقتی که به خراسان رفت از سخنان خودش واکنش هایی رو به آمریکا نشون داد، ولی هیچ گونه بازخواست مستقیمی از این برحال برخورد آقای احمدی نژاد که این گونه واضح آمریکا رو به مذاکره فراخوند نداشت. این وضعیت و این پیش زمینه به گمان من باعث شد که آقای احمدی نژاد فرصت رو مغتنم بشموره و در سیاست داخلی هم امتداد همین بازی رو پیش بگیره. یعنی به این ترتیب که در واقع الان ما با نتیجه این بازی برای ما اون چیزی که مهم هستش اینه که این مسئله عیان بشه، واضح بشه که جمهوری اسلامی فقط به دست یک مرد مدیریت میشه و اون آقای خامنه ایست و دفتر ایشون، دفتر امنیتی ایشون و سپاهی که به هر حال تحت اختیار ایشون هستش و فرمانده هایی که دونه به دونه با دقت توسط ایشون گزینش شدن و قوه قضاییه و قوه مقننه و خود قوه مجریه که آقای احمدی نژاد سرپرستی میکنه عملا کارگزاران رهبر هستن. دعوایی رو که آقای احمدی نژاد را انداخته که دعوای به عنوان جنگ سه قوه مطرح میشه، در واقع رو به سوی آقای خامنه ای داره و آقای خامنه ای رو در شرایط آچمز قرار میده. خب شما فکر میکنید که این دعوا آیا به جایی خواهد رسید یا تا پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد کجدار و مریض با او رفتار خواهند کرد و بعد با او خداحافظی که بعدش معلوم نیست که چه خواهد شد؟ فکر میکنید در این میان اتفاق بزرگی ممکنه بیفته با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از تمام جوانب مورد فشار هست، از نظر سیاست خارجی، از خارج از کشور و از داخل کشور و مخالفینش؟ فکر میکنید در این مدت آقای احمدی نژاد با راهی که جدا کرده تقریبا از کل رژیم یا رهبری آیا موفق خواهد شد؟ برای شناخت چنین بازی در واقع بازیگران دیگه و اون بازی که اونها میکنن خب نقش خیلی بزرگی ایفا میکنه و طبیعتا بازیگر اصلی در مقابل آقای احمدی نژاد رهبر هستش که نسبت به این موضوع چگونه واکنش نشون میده. ما هنوز نمیتونیم پیش بینی دقیقی داشته باشیم که رهبر چه واکنشی نشون میده، اما تا اینجا رهبر مقداری عقب نشینی کرده. در همانطور که عرض کردم در سوال پیشین نسبت به این صحبت‌های آقای احمدی نژاد و این اشارات خیلی مستقیم ایشون واکنشی نشون نداده و همچنین هم به نحوی ابراز کرده که میخواد با گروه آقای احمدی نژاد به صورت کجدار و مریض به قول شما پیش بره تا آخر دوره تنیور ایشون
و به همین جهت آقای احمدی نژاد بازی رو یه مقداری با ریسک بالاتر و علنی‌تر و با شهامت بیشتری پیش میبره. مقایسه‌ای که ما میتونیم آقای احمدی نژاد رو با رئیس جمهور پیشین آقای خاتمی بکنیم در واقع و نقطه عزیمت ما اینجا خواهد بود این هستش که آقای احمدی نژاد نشون داده که شجاعت بیشتری داره و حاضر هستش که به صراحت بیشتری وارد این گونه بازی ها بشه، در حالی که این اتفاقات در دوران آقای خاتمی هم میافتاد، در دوران آقای رفسنجانی هم میافتاد، اما هم آقای رفسنجانی و هم آقای خاتمی این مسائل رو غیر علنی انجام میدادند، تقاضاهای خودشون یا خواستهای خودشون، و عملا به نفع رهبر نظام جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای آبروداری میکردند و بهانه ای که وجود داشت حفظ مصلحت نظام بود. آقای خامنه‌ای در واقع خودش رو نشانده بود به عنوان کسی که نظام با او تعریف میشه و مصالح نظام از زبان او خارج میشه و بنابراین هر گونه روبرو شدن با منافع رهبری مساوی هستش با روبرو شدن با منافع نظام جمهوری اسلامی. اما آقای احمدی نژاد چنین برداشتی از قضا نداره و چندان هم اکراهی در روبرو شدن با آقای خامنه ای نداره، البته به صورت غیر مستقیم و خیلی پخته داره این بازی رو به پیش میبره. به همین جهت آقای خامنه ای همانطور که عرض کردم در یک وضعیت به نظر من کمی وضعیتش شبیه وضعیت آچمز میمونه. اگر بخواد در مورد این موضوع روبرو بشه آقای احمدی نژاد احتمالاً برگ های دیگری داره که رو بکنه و گمان میکنم که در اون شرایط اگر آقای خامنه ای بیاد و سقوبه رو تشویق به مصلحت اندیشی بکنه و اینکه دعواها رو کنار بگذارن و بخواد ریش سفیدی در اینجا بکنه، آقای احمدی نژاد میتونه در اون شرایط این نظر آقای خامنه ای رو بپذیره به شرطی که امتیازاتی بگیره از آقای خامنه ای، و اون که اون امتیازات چه خواهد بود معلوم نیست، ولی من باور نمی کنم که آقای احمدی نژاد به امتیازاتی تو شرایط فعلی تن در بده که امتیازات کوچکی باشه. او حتما تقاضای امتیازات بزرگی از آقای خامنه ای خواهد داشت، چون اطلاعات بسیار زیادی از آقای خامنه ای داره. از جمله یکی از چیزهایی که برای بسیاری از افراد علامت سوال هستش نوعی پناه دادن و پذیرفتن آقای سعید مرتضوی، قاضی بر حال معروفی است که ما دیدیم او با مردم چه کرده و به خصوص دادگاه مطبوعات. خب ببینید، به الان احمدی نژاد در واقع خود او هم میدونه که چند ماهی به عمر ریاست جمهوریش باقی نمانده و این امتیازات به چه درد رو میخوره. آیا شما در این احمدی نژاد رو، یا به نظر میاد الان وقتی شما صحبت میکردین به ذهن من خطور کرد که احمدی نژاد رو شما در واقع فکر میکنید که یک ولادیمیر پوتین دیگری است که میخواد در واقع چنگ و آثارش در رژیم باقی بمونه حتی بعد از اینکه دوران ریاست جمهوریش تموم شده، با توجه به اینکه ریاست جمهورهای قبلی در جمهوری اسلامی میتونن دوباره خودشون رو کاندید بکنن و کاندیدا بکنن و دوباره برگردن به سر کار؟ آیا فکر میکنید احمدی‌نژاد یک همچین خیالی در سر داره؟ تصور میکنم که آقای احمدی نژاد رو متفاوت از دو رئیس جمهور پیشین باید فرقی رو ببینیم که نمیخواد اتفاقا مثل اونها خانه نشین بشه. عملا ما در مورد آقای رفسنجانی و آقای خاتمی دیدیم که اونها خانه نشین شدن، یعنی آقای خامنه ای خیلی اصرار داره کسانی در اطرافش باشن که آدمهای ضعیفی باشن. آقای خامنه ای آقای رفسنجانی رو میخواد، آقای خاتمی رو میخواد به شرطی که اونها ضعیف باشن، ولی هر زمانی که اونها یه مسئله یا مطرح میکنن بلافاصله اونها رو به نحوی هر کدوم رو به شیوه متفاوتی سر جای خودشون مینشونه. با آقای احمدی نژاد و فرهنگی که آقای احمدی نژاد در اون بزرگ شده بعید به نظر میرسه که بتونه چنین کاریو بکنه. آقای احمدی نژاد الزاماً هم به خودش و به نقش خودش در دوره بعدی ریاست جمهوری فکر نمیکنه، بلکه به نقش جناحی خودش فکر میکنه و به اطراف
به اطرافیان خودش. آقای احمدی نژاد نشون داده که خیلی وفادار هستش با اون شیوه هایی که میشه حد زد، شیوه های یعنی فرهنگ لوتی مسلکی و بچه محل بودن و اینهایی که به هر حال ما باهاش آشنا هستیم در فرهنگ شهری ایران به خصوص در 100 سال اخیر. اون میخواد که یاران خودش رو در اطراف خودش داشته باشه و حتی حضورش و اصرارش برای حضور در زندان در واقع حمایت از یار هستش. همچنین اشاره بکنم، چون در صحبت قبلم اشاره کردم به آقای سعید مرتضوی، در این تردیدی نیستش که آقای سعید مرتضوی قاضی مورد نظر آقای خامنه ای بود. ما شواهد، من حداقل شاهدی در دست ندارم که نشون بده که آقای قاضی مرتضوی در اون زمانی که داشت به قلع و قمع مطبوعات میپرداخت رابطه نزدیکی رو با آقای احمدی نژاد داشته بوده، اما زمانی که بعد از کهریزک اتفاقات افتاد آقای احمدی نژاد او رو که در واقع یار آقای خامنه ای بود به خودش پذیرفت، پناه داد، به خاطر اینکه دقیقاً از این جهت و از این خصلت لوتی منشانه متفاوت هست با آقای خامنه ای. آقای خامنه ای اطرافیان رو ازشون استفاده میکنه و بعد در زمان لازم آماده است که اونها رو به سادگی به دور بندازه. آقای احمدی نژاد اصلاً اینطور نیست. به همین جهت شما تصورشو بکنید که آقای قاضی مرتضوی چه اطلاعات وسیعی رو از آقای خامنه ای داره و چه دستوراتی رو از ایشون گرفته. حالا که مغضوب آقای خامنه ای قرار گرفته و از کار خودش برکنار شده در زندان کهریزک، حالا میتونه این اطلاعات رو در پناه آقای احمدی نژاد با آقای احمدی نژاد بده و این یک بازی هستش که آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای پیش گرفت. ولی متاسفانه باید اینجا بگم که به خصوص بخشی از نیروهای اصلاح طلب ما و کسانی که رسانه در اختیار دارن به خصوص در خارج از کشور، ظواهر امر رو نگاه کردن و اینکه آقای احمدی نژاد با آقای دست به چنین حمایتی از آقای سعید مرتضوی زد رو به عنوان همراهی اونها نگاه کردن، در حالی که من فکر میکنم این بیشتر یک نوع بازی با رهبری بود. به همین جهت اگر با توجه به شایعاتی که مطرح هستش و اینکه آقای علی نیکزاد وزیر مسکن که حمایتی هم تونسته در شهرستان‌ها به خاطر برنامه مسکن مهر به وجود بیاره کاندیدای جناح آقای احمدی نژاد باشه، اونها میتونن توان خودشون رو بذارن پشت آقای نیکزاد. ضمن این که لازم اینو عرض کنم که آقای احمدی نژاد آقای نیکزاد رو با خودش به نیویورک آورده بود و نشونش میداد. آقای مهدی جلالی، بسیار ازت سپاسگزارم. خیلی دلم خواست که طولانی تر با هم صحبت کنیم، ولی مفید و مختصر همه چی رو بیان کردید و امیدوار هستم که در آینده هم بتونم از حضور شما استفاده بکنم. من هم از شما سپاسگزارم. ممنونم.